کتیبه که ملاحظه میکنید کتیبه دوره قاجار ما هست، هم سطح تاریخی و هم سطح طبیعی. خدمتتون عرض کنم که صبح ما دیروز اینجا بودیم، تا دیر وقت اینجا بودیم و اتفاق خاصی نیفتاده بود. من تا صبح که اومدیم اینجا و به اصطلاح من ساعت 7 صبح بازدید داشتم، از اینجا هر صبح بازدید روزانه انجام میدیم، متوجه شدم که به اصطلاح کتیبه به اصطلاح مواد رنگی روش ریخته شده و رفتیم جلوتر بازدید کردیم و دیدیم که رنگ مو هستش. از سریع اطلاع رسانی کردیم و از کارشناسا خواستیم که به اصطلاح حضور پیدا بکنن، که کارشناس مرمت و متخصصین ما اومدن و بازدید کردن. انشاءالله از فردا مشغول به کار میشن و این خوشبختانه قابل شستشو هستش و انشاءالله شستشو انجام میشه و ما به حالت قبلی برمیگرده. متاسفانه شب گذشته یا روز گذشته کسانی که هنوز هم مشخص نیست چه کسانی بودن، اومدن به یک بخش هویتی شهر و به یک خدمتشون رو عرض کنن کتیبه تاریخی آسیب زدن. همین اتفاق نشون میده که لازم هست در مورد این کتیبه و مجموعه چشم‌علی تصمیمات جدی‌تری گرفته بشه. به هر حال این سایت گردشگری به نظر من، حالا چه خود مجموعه چشم‌علی، چه این کتیبه، چه تپه باستانی که مجاورت هست، چه حتی دژ رشکان، مجموعه اینها واجد ارزش تاریخی و حتی فرهنگی هستن. خود این فضای چشم‌علی بالاخره در هویت فرهنگی ما و در تاریخ و در حافظه تاریخی ما فضایی است که سالیان درازی اهالی ری در ایام نوروز اینجا فرش‌هاشون رو می‌شستن و خود این یک مکان رویداده. لذا نیازه که حتما جدیتر در مورد حفاظت از این بنا و از این فضا اقدام بشه. ما قرار شد که جلسه مشترک داشته باشیم در این باره با حضور تعدادی از اعضای شورا، شهرداری منطقه و میراث فرهنگی ری، که انشالله بتونیم در مورد طرح سامانده این فضا صحبت بکنیم و امیدوارم که بتونیم خیلی زود به نتیجه برسیم تا انشالله این فضای قدری از این حالتی که الان هست خارج بشه. الان این جوی که حالا نسبتاً مفرح هست، بچه ها دارن بازی میکنن و اتفاقاً سابقه خود این هم سابقه تاریخی داره، تو این وضعیت کرونایی واقعاً اصلا به مصلحت نیست. خدای نکرده یکی از این بچه ها اگر مبتلا باشه میتونه بقیه رو هم مبتلا بکنه و همه اینها نشون میده که ما نیاز داریم در مورد این فضا کار جدیتری انجام بدیم. متاسفانه در دوره قبلی مدیریت شهری که خط مترو داشت به سمت ری میآمد، خیلی پیشبینی دقیقی نشده بود که این خط مترو قرار هست که تا کجاها ادامه پیدا بکنه. بعداً با پیگیری بعضی از اعضای وقت شورا قرار شد که این خط ادامه پیدا بکنه، فلزا آمدن به سمت چشم‌علی و قرار شد که خط مترو از اینجا عبور بکنه. با پیگیری که بعضی از اعضای شورا داشتن قرار شد که این خط ادامه پیدا بکنه و از چشم‌علی هم عبور بکنه، اما اوایل دوره فعلی به ما اطلاع دادن که به نظر میرسه تی بی ام برای ادامه مسیر مشکل داره و قرار بر این شد که آب رو تخلیه کنن تا بتونن تی بی ام رو از اون مسیر خارج بکنن. تا جایی که من اطلاع دارم لااقل مترو به ما اعلام کرد که الان مشکلی وجود نداره و این آبی که الان داره به چشم تغذیه میشه از سرچشمه خودش هست. اما در مورد کتیبه واقعیت اینه که باید حتما یه اقدام عاجلی صورت بگیره. واقعا نمیشه که کتیبه با این اوضاع بخواد حفظ بشه و اینکه هر کسی به راحتی بتونه بره لمس کنه و یادگاری بنویسه، یا به خدمتتون عرض بکنم که خدای نکرده بخواد خلاصه با رنگ یا هر چیزی این کتیبه رو مخدوش بکنه، این به هیچ وجه اتفاق خوبی نیست. لذا حتما در اون طرح ساماندهی که مد نظر هست و اون جلسه که انشاءالله به زودی برگزار خواهیم کرد، از اولین تصمیم هامون تعیین تکلیف وضعیت کتیبه خواهد بود که انشاءالله امیدواریم زودتر انجام بشه. یگان حفاظت ما که سرکشی میکنه، ولی خب بعد
بس اینجا یک فضای عمومی هستش و شهرداری بیشتر به ما کمک بکنه و همین بس نیروی انتظامی که اونجا مشاهده میکنید کانکسش هستش و بیشتر مدیریت و مدیریت میکردم و چون استقرار شبانه دارن نیروهای زحمتکشی هستن ولی باید بیشتر مدیریت میکنه این اتفاق نیفته. قرار هستش که حصاری جلوی کتیبه کشیده بشه. برنامه که از بحث‌ها هستش و اتفاقات این چنینی هم بیشتر مشخص میکنه که این نیاز به یک حفاظی داره، دسترسی آسان داره این کتیبه و همه اجازه به خودشون میدن که میرن اونجا و اینو به سبب دست میزنن، عکاسی میکنن و این اتفاقات میفته. حالا بعد کارشناسان خبره و مربوطه بیان فرضیه‌ها و نظریه‌های مختلف رو در نظر بگیرن و اینو به اصطلاح حالا یک محفظه‌ای بذارن اگر تشخیص بدن و هم بس ساماندهی محیطی و خود کتیبه هست. و هم بعضی که شما میبینید وضعیت آب چشم علی به کجا رسید؟ پیگیری میکنیم که انشالله اینم خشک نشه. یعنی احتمالش هست؟ نه اصلا ابدا.